سلام، من آرش رحمانی هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد افلاطون و رابطه عجیبش با ادبیات براتون صحبت کنم. میخوام بهتون یاد بدم که چرا افلاطون از ادبیات متنفر بود و چرا انقدر خصومت داشت با نویسنده ها و شاعرها که میگفت که اگه یه روزی من اون ریپابلیک، اون جمهوری، اون آرمان شهر خودم رو تأسیس کنم، اولین قش از آدم هایی که یا ممنوع ورودشون میکنم و یا اینکه تبعیدشون میکنم شاعران و نویسنده ها خواهند بود، مگه اینکه یه شرطی داشته باشن. حالا اینکه اون شرط چیه رو در طول ویدیو بهتون خواهم گفت، ولی قبلش بریم سراغ اینکه یاد بگیریم چرا افلاطون انقدر از ادبیات متنفر بود که هر وقتی کلمه ادبیات رو میشنید اینطوری میشد. خیلی سریع بریم سراغ دلایلی که افلاطون از ادبیات حداقل توی دوره خودش متنفر بود. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که مفهوم ادبیات برای افلاطون و همعصرانش با اون چیزی که ما میدونیم خیلی متفاوت بود. ما الان وقتی که به ادبیات فکر میکنیم میبینیم که یه نفر توی تنهایی خودش یه اثری نوشته و بعد از اینکه منتشر میشه، آدمایی مثل من و شما میریم کتاب رو میخریم و باز هم در تنهایی خودمون میشینیم و اثر رو میخونیم و به تعمق میپردازیم. اما توی دوره افلاطون اصلا اینطوری نبود. تجربه عاشقان ادبیات توی اون دوره مثل کسایی بود که توی دنیای خودمون یا تئاتر میرن یا سینما میرن، پس به صورت کاملا ناخواسته ادبیات با پرفورمنس عجین شده بود توی دوره افلاطون و همین باعث میشه که افلاطون خیلی علاقه زیادی به ادبیات نشون نده، از این بابت که ادبیات پیامش گم میشه. یعنی افلاطون عقیده داره که وقتی که مردم میرن اون اثر ادبی رو میبینن، توجهشون بیشتر به زرق و برق اون پرفورمنس جلب میشه تا اینکه به پیام اون اثر ادبی توجه کنن. افلاطون معتقد بود که جامعه آتن به نظم و دیسیپلین و عقلانیت نیاز داره. در نتیجه باید آثار ادبی به مردم عرضه بشه که بتونه حداقل از نظر اخلاقی اونا رو ارتقا بده. در نتیجه افلاطون بر این باور بود که دو نوع اثر ادبی داریم. یه اثر ادبی که پیام اخلاقی مناسبی داره اما متاسفانه چون با پرفورمنس همراه میشه، مردم بیشتر جذب پرفورمنسه میشن تا اینکه پیام اخلاقی رو دریافت کنن. و دسته دوم ما رو به دلیل دوم تنفر افلاطون نسبت به ادبیات میرسونه، اینکه آثار ادبی که هیچ پیام اخلاقی مناسبی ندارن. افلاطون بر این عقیده بود که اکثر آثاری که توی اون دوره نوشته شدن میان و در مورد خدایان و الهه های یونان باستان هستن که یا دروغگو بودن یا اینکه در حال عیاشی و خوشگذرانی بودن و هیچ پیام اخلاقی مناسبی نداشتن. اما دلیل سومی که افلاطون نسبت به ادبیات بدبینه برمیگرده به نویسنده ها و ادعاشون در مورد الهام گرفتن از خدایان. اکثر نویسنده های اون دوره اعتقاد داشتن که منبع این مطالبی که نوشتن الهامی بوده که از طرف خدایان، به خصوص میوزها در یونان باستان، بهشون القا شده، یه چیزی الهام شده. در نتیجه اونا از روی سواد کافی شروع به نوشتن نکردن. این تفاوت بین الهام و سواد باعث میشه که افلاطون یکم بدبین بشه نسبت به ادبیات. حالا من زیر نویسشم براتون نوشتم Inspiration versus Knowledge. افلاطون برای نقیده بود که یه نویسنده هم باید مثل هر سندکار دیگه ای توانایی صحبت کردن در مورد مصالح کارش رو داشته باشه. مثال میزنه، میگه شما اگه برین از یه نجار راجع به چوب‌های مختلف مثلا سوال کنین، ساعت‌ها میتونه براتون صحبت کنه که این چوب فلان درخت این ویژگی‌ها رو داره، برای ساختن فلان وسیله میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما وقتی که میری از یه نویسنده میپرسی، میگی راجع به کلمات و این مفاهیمی که نوشتی صحبت کن، میگه به من الهام شده، در نتیجه نمیتونه خیلی راجعش صحبت کنه. مصالحی که یک نویسنده توی اثر ادبی به کار میبره همون کلمات هستن که سایر افراد دیگه هم در کانتکست های کاملا غیر ادبی برای اتفاقا تبادل اطلاعات ازش استفاده میکنن. و به عقیده افلاطون وقتی که میشه بدون حضور یک اثر ادبی به انتقال داده و اطلاعات پرداخت و اون مفاهیم اخلاقی مد نظر رو به مردم انتقال داد، خب چه نیازیه یه نفر بیاد از طریق خلق شخصیت های خیالی سعی کنه یه پیامی رو به مردم برسونه؟ نکته دیگه‌ای که باعث میشه که افلاطون نسبت به ادبیات دید مناسبی نداشته باشه، تقلیدی بودن ادبیاته. افلاطون بر این عقیده بود که ادبیات خطرناکه از این بابت که جنبه تقلیدی داره. بازم انگلیسیشو براتون نوشتم، میمتیک. این بخش از نظرات افلاطون در حوزه متافیزیک مطرح میشه. افلاطون بر این باور بود که واقعیت فقط در دنیای ایده ها وجود داره و نویسنده ها فقط یک تقلید دست دوم از اون ایده اصلی رو دارن به ما عرضه میکنن.
افلاطون عقیده داشت که یه دنیای ایده داریم که توش همه چی به صورت ایدئال اونجا وجود داره. حالا یه صنعتگری مثلا مثل یک نجار میاد و یک تقلیدی از اون ایده مثلا تخت انجام میده و با مصالح خودش که چوب و میخ و چیزهایی از این قبیل هستن یک تخت میسازه و این تخت میشه یک تقلید دست اول از اون ایده اصلی در دنیای ایده ها. نویسنده ادبی در کجای این طیف قرار میگیره؟ حالا وقتی یه نویسنده میاد توی اثر ادبیش به یک تخت اشاره میکنه، داره در واقع یه تختی رو که یه جایی دیده به تصویر میکشه، مثلا تختی که یک نجار ساخته رو داره به تصویر میکشه. پس این تقلید میشه یک تقلید دست دوم تازه از اون ایده اصلی و به همین دلیل جایگاه ادبیات برای افلاطون حتی در جایگاهی پایین‌تر از چیزی که یک نجار میسازه مثلا قرار داره. اما افلاطون به خاطر اینکه بتونه این نظر خودش رو بیشتر برای ما روشن کنه به این اشاره میکنه که حالا نویسنده های ادبی که همیشه نمیان راجع به نمیدونم میز و تخت و اینا صحبت کنن، بعضی وقتا ادعا میکنن که در مورد انسان ها دارن صحبت میکنن. یعنی یک نویسنده میاد نه تنها یک انسان رو به تصویر میکشه، بلکه حتی افکارو، یعنی اون چیزی که داخل ذهنشه و ما به صورت عادی نمیبینیم رو هم به تصویر میکشه. و نکته‌ای که افلاطون بهش اشاره میکنه اینه که یک نویسنده ممکنه ظاهری یک انسان رو بتونه به زیبایی به تصویر بکشه، اما چون به اون ذهنیت و افکار انسان‌ها آنچنان دسترسی نداره، قاعدتا امکان خطا وجود داره و امکان داره اخلاق و رفتاری رو به تصویر بکشه در اون آدم که از نظر اخلاقی برای خوانندگان درست نباشه خوندنش. افلاطون در آثار متعددی که نوشته بود از جمله آیان، ریپابلیک یا جمهوری و حتی کتاب قوانینش به این موضوع اشاره میکنه که به این دلیل من میخوام که شاعران و نویسندگان رو از این جمهوری خودم، از این آرمان شهر خودم تبعید کنم. چون این نویسندگان وقتی که در مورد داستانهای مختلف دارن صحبت میکنن، یا دارن خدایان رو به عنوان افرادی دروغگو و عیاش و خوشگذرون به تصویر میکشن، یا اینکه خدایان رو به عنوان افرادی کاملا حقیر و افرادی که تصمیماتی میگیرن که در حد خدا بودنشون نیست دارن اونا رو به تصویر میکشن. به عنوان مثال میتونیم به یکی از داستانهای اساطیری اشاره کنیم که تعدادشون هم خیلی زیاده واقعا، مثل داستان نایوبی. در اسطوره شناسی یونان نایوبی یک ملکه بود که 14 تا بچه داشت، 7 تا پسر و 7 تا دختر، و از این بابت خیلی به خودش افتخار میکرد و حتی یه جایی میاد و به خودش میباله و خودش رو با یک الهه دیگه به اسم لیتو مقایسه میکنه و میگه که خب اون اله هست چرا دارین اون رو میپرستین، اون که فقط 2 تا بچه تونسته بیاره در حالی که من 14 تا بچه آوردم. اما نکته‌ای که در مورد لیتو وجود داره اینه که درسته که 2 تا بچه فقط به دنیا آورده، ولی اون 2 تا بچه‌ای که به دنیا آورده در واقع خدایان بسیار مهمی هستن، آپولو و آرتمیس. حالا ما با 2 تا خدا طرف هستیم که در واقع به مادرشون توهین شده و به همین دلیل میرن انتقام میگیرن در حالی که اون فقط یه صحبتی رو انجام داده. و افلاطون دقیقاً در مورد این صحبت میکنه که همچین چیزی میاد خدایان رو بسیار حقیر به تصویر میکشه. چرا باید آپولو بره 7 تا پسر نایوبی رو بکشه، از اون طرف آرتمیس هم بره و دختراشو بکشه؟ افلاطون به این قضیه اشاره میکنه که در چنین آثاری هم در واقع تمامی بدبختی انسانها رو نسبت میدن به خدایان این نویسنده ها و به نظر افلاطون حضور چنین آثاری در اون آرمان شهرش اصلا جایز نیست. پس حالا نتیجه چیه؟ آیا افلاطون سعی میکنه که تمامی شاعران و نویسندگان رو واقعا از اون جمهوری خودش، از اون آرمان شهر خودش تبعید کنه؟ حالا میرسیم به اون شرطی که ابتدای ویدیو بهتون گفتم. افلاطون میگه که یه شرط وجود داره اگه شاعران میخوان تو این آرمان شهر من حضور داشته باشن. افلاطون به این قضیه اشاره میکنه که همه شاعران قطعا اجازه ندارن که توی این آرمان شهر زندگی کنن و فقط تعدادی اجازه خواهند یافت که اونجا زندگی کنن، اونم تحت دستور مستقیم حاکمان باید زندگی کنن. و از اون طرف اشاره میکنه که دقیقاً باید فقط آثاری رو بسازن که مورد تایید حاکم اونجا باشه. یعنی اگر موسیقی مثلا میخوان تولید کنن، موسیقی باشه که باید دیسیپلین نظامی رو به افراد یاد بده. اگه میخوان یه اثر ادبی رو تولید کنن، باید اون اثر ادبی در توصیف خدایان و پرستش خدایان و مدح و ستایش خدایان یونان باشه. و افلاطون عقیده داره که چنین آثاری فقط توسط کسایی که از نظر سیاسی قابل اعتماد هستن باید تولید بشه. در نتیجه شرط حضور در این آرمان شهر افلاطون اینه که از نظر سیاسی برای حاکم اون شهر قابل اعتماد باشی. پس میتونیم نتیجه گیری کنیم که در واقع افلاطون بر این باور بود که ادبیاتی که در آرمان شهرش تولید میشه باید ادبیات رسمی مورد تایید حاکمان باشه.
خب این ویدیو در واقع مرور بسیار سریعی بود بر عقاید افلاطون نسبت به ادبیات و امیدوارم این نکته رو فراموش نکنین که تعریف ادبیات ما با تعریف ادبیاتی که در دوره افلاطون وجود داشت خیلی متفاوته. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایکش کنین و کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنین. راستی یادتون نره تو قسمت کامنت ها هم برام بنویسین که به نظرتون عقاید افلاطون عقاید منطقی و درستی بوده یا نه. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.